سلام، محمد امین مهدی پور هستم، نوازنده و مدرس ساز هارمونیکا. این جلسه رو اختصاص میدم به معرفی این ساز، ساختار این ساز، انواع این ساز و اینکه نواختن در سبک‌های مختلف چند نمونه داره، ساختار این ساز و تاریخچه این ساز و کلا یه معرفی کاملی در مورد ساز هارمونیکا. ساز هارمونیکا عمدتا به دو دسته تقسیم میشه، عمدتا ساز کروماتیک و ساز دیاتونیک. سازهای دیگه ای هم هست مثل ساز باس ارکسترال، کورد هارمونیکا که اغلب توی نوازندگی های گروهی استفاده میشه و باش سولو نوازی نمیشه کرد، یعنی مخصوص تک نوازی نیست و مثلا یه فرونتمن نمیتونه بیاد جلوی بند و با اون سولو نوازی کنه. ساز هارمونیکای کروماتیک مخصوص نواختن سبکای پاپ و بیشتر آهنگایی که روزمره میشنوین و با ساز کروماتیک اجرا میکنن. و چرا که این ساز بیشتر محبوب شده و بیشتر ازش استفاده میشه به خاطر اینکه محدودیتش نسبت به سازهای دیگه کمتره و این ساز سه اکتاو کامل کروماتیک رو در اختیار شما قرار میده و شما آزادین که ملودی های مختلف ایرانی، خارجی، جاز، راک و غیره رو روی این ساز اجرا کنید. البته اشتباه نشه، برای نواختن یه سری از قطعه های ایرانی از این ساز نمیشه استفاده کرد، یعنی قطعه هایی که با توجه به گام جلو میرن میشه از این ساز، گام های جهانی جلو میرن میشه از این ساز استفاده کرد و قطعه های ایرانی که توی دستگاه های ایرانی هستند اغلب از این ساز استفاده نمیشه. چرا؟ کوک این ساز رو عوض میکنم و تطبیقش میدم با اون دستگاه ایرانی که میخوام باهاش بنوازن و دستگاه ایرانی رو باهاش مینوازن. این ساز ساز 12 سوراخ هست که این ساز از 12 سوراخ داره تا 16 سوراخ، در واقع از 10 سوراخ داره تا 16 سوراخ که نسبت به حالا اکتاواشون کمتر یا زیادتره، ولی سازی که الان تو بازار بیشتر رواج داره و باب شده ساز 12 سوراخه. من چند نمونه مارک رو برای شما معرفی میکنم. مارک های برندهای خوبی از این ساز هستن که شما میتونید تهیه بکنید. برند هوهنر هستش که این سازیه که الان دست خودم هست، برند سوزوکی هست، ایستاپ هست و برند های متفرقه دیگه. توی دیاتونیک هم باز همینطور، برند هوهنر هستش، برند ایستاپ هست، برند لیوسکار هست و برند های سوزوکی و برند های معروف و یا متفرقه دیگه. ولی شما برای شروع میتونین از ساز ایستاپ و یا سوان که اغلب برای شروع از اون ساز استفاده میکنن تهیه کنین و شروع به استفاده بکنین. همونطور که گفتم این ساز بیشتر برای نواختن سبکای پاپ، ملودیایی که و یا قطعه‌ای که روزمره میشنوین و یا حالا سبکای جاز کلا نسبت به سازهای دیگه آزادتره و باش میتونین که قطعه‌های مختلفی رو بنوازین. برای مثال مثلا قطعه سلطان قلب‌ها رو گفتم میتونیم با این ملودی های مختلفی رو بنوازیم. این ساز به خاطر این محبوب شده که سه اکتاو کامل کروماتیک رو در اختیار شما همونطور که گفتم قرار داده، ولی ساز دیاتونیک بیشتر برای نواختن سبکای بلوز، کانتری، راک، فولک و در بعضی از مواقع جاز که بیشتر نوت ها روی این ساز برای بیشتر سبکای بلوز و کانتری چیده شده و این ساز بیشتر باهاش سبکای بلوز و کانتری رو میزنن و ملودی های روزمره امروزی رو خیلی سخت و یا اصلا نمیشه باهاشون اجرا کرد. سبکای بلوز و کانتری حالا سازم ساز 10 سوراخه. سازهای دیاتونیک کلا سازهای 10 سوراخ هستن و این ساز همونطور که گفتم برای سبکای بلوز و کانتری استفاده میشه و هنوز جا نیفتاده و خیلی ها ساز کروماتیک رو اغلب محبوب تر از این ساز میدونن، چرا که میشه با اون
ملودی های بیشتری رو اجرا کرد، ولی خب این ساز کار خودش رو میکنه و مخصوص سبک های بلوز و کانتری، و اگه کسی علاقه داشته باشه میتونه با این ساز سبک های بلوز و کانتری رو به راحتی اجرا بکنه. این ساز از قطعات مختلفی درست شده. به این قسمت پشت ساز که حالا این ساز چوبی هست، بعضی از سازها پلاستیکی هست، بعضی از سازها مواد پلاستیک فشرده CNC هست و حالا یا چیزهای مختلف. به این قسمت پشت ساز میگن که کم. این قسمت روی ساز اسمش کاور پلیت هست، این قسمت اسلاید و این قسمت لبگیر. ما اگه این ساز رو باز بکنیم، داخلش تیغه های چیده شده که یک سرش بسته است به رید پلیت ها، یعنی صفحه تیغه ها که تیغه ها بهش وصل هستن، و هنگامی که شما در ساز دم و بازدم میکنین، این تیغه ها به ارتعاش در میان و صدای مورد نظر و یا نوت مورد نظر اجرا میشه. ساز دهنی در واقع از منبعش از چین بوده که سازهایی داشتن با زبانه چوبی، ولی به خاطر مهاجرت خیلی از چین حالا به آلمان و بریتانیای کبیر، این ساز الان تو آلمان تولید میشه و همونطور که گفتم محبوب ترین و معروف ترین برند این ساز هوهنر هستش که کارخونه اون در آلمان هست. این از جلسه معرفی ساز هارمونیکا. برای ویدیوهای بیشتر و یا آموزش ساز هارمونیکا، من یه سری ویدیو رو در اختیار شما قرار میدم به صورت رایگان، ولی اگر که میخواین ساز هارمونیکا رو به صورت جدی و حرفه‌ای شروع کنین، یه سری پکیج هایی داخل سایت هم قرار دادم، www.mharmonica.ir، میتونین تهیه بکنین این ساز رو و پکیج ها رو خریداری بکنین و این ساز رو به طور جدی شروع به یادگیری بکنین.